سلام خدمت همراهان عزیز بیتفریز، به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی مجموعه بیتفریز خوش اومدین. در این ویدیو سعی کردیم 10 تا از رایج ترین سوالاتی که در مورد ارزهای دیجیتال پرسیده شده رو به زبان ساده پاسخ بدیم. اما قبل از شروع ویدیو یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و برای اینکه ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین دکمه زنگوله رو بزنید. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ ویدیوی امروز. کی و چه کسی بیت کوین را ایجاد کرده است؟ بیت کوین اولین رمزارزی بود که ایجاد شد و هماکنون با ارزش ترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال محسوب می شود. این رمزارز اولین بار در ژانویه 2009 توسط یک برنامه نویس کامپیوتر یا گروهی از برنامه نویسان با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو راه اندازی شد که هویت واقعی آنها هرگز تایید نشده است. همچنین شبکه بیت کوین یک شبکه جهانی از رایانه هاست که نرم افزار بیت کوین را اجرا می کنند. رمز ارز چیست؟ رمز ارز یا ارز دیجیتال یا به اصطلاح کریپتوکارنسی شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری شده ایجاد شده است. بیشتر ارزهای دیجیتال برای بهره مند شدن از ویژگی‌های اساسی مانند غیر متمرکز بودن، شفافیت و تغییر ناپذیر بودن از تکنولوژی بلاکچین استفاده می کنند. ماهیت غیر متمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آنها را کنترل نمی کند. کریپتوکارنسی ها را می توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هر گونه واسطه ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد. یعنی برای ارسال ارزهای دیجیتال به یک دیگر نیازی به افتتاح حساب بانکی، استفاده از خدمات بانک‌ها یا هر سازمان واسطه دیگری نخواهید داشت. کریپتوکارنسی ها تمام ویژگی های پول های رایج را به جز ماهیت فیزیکی دارا هستند و از تکنولوژی رمزنگاری برای ایمنسازی و تایید تراکنش ها استفاده می کنند. می توان آنها را به سادگی مثل تراکنش های بانکی و با محدودیت های بسیار کمتر انتقال داد، با ارزهای دیگر مبادله کرد، خرید آنلاین و کارهایی از این قبیل انجام داد. اولین ارز دیجیتال بیت کوین بود که در سال 2008 توسط یک فرد ناشناس به جهان معرفی شد. تعداد کل ارزهای دیجیتال چقدر است؟ در حال حاضر هزاران ارز دیجیتال وجود دارد. بسیاری از آنها طرفداران بسیار کمی دارند، در حالی که برخی از آنها مانند بیت کوین و اتریوم تعداد زیادی کاربر و سرمایه گذار دارند. ماینینگ یا استخراج بیت کوین چیست؟ به فرایند معتبر ساختن تراکنش افراد دیگر توسط کامپیوتر و سپس افزودن آن به یک لیست بلند و عمومی به نام بلاک چین که تراکنش های دیگر را نیز شامل می شود، ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال می گویند. در حقیقت، استخراج ارز دیجیتال فرایندی است که در آن تراکنش بین کاربران تایید شده و به دفتر کل عمومی بلاکچین اضافه می شود. فرایند ماینینگ همچنین وظیفه معرفی کوین های جدید در جریان موجود را به عهده دارد و به کریپتوکارنسی ها این امکان را می دهد تا به عنوان یک شبکه غیر متمرکز همتا به همتا بدون نیاز به یک مقام مرکزی فعالیت کنند. همچنین به لطف وجود ماینرهای ارز دیجیتال است که شبکه بلاکچین به تولید بلاک خود ادامه می دهد و پایدار مانده است. چه کسی بیت کوین را کنترل می کند؟ بیت کوین توسط تمام کاربران بیت کوین در سراسر جهان کنترل می شود. توسعه دهندگان در حال بهبود نرم افزار هستند، اما نمی توانند قوانین پروتکل بیت کوین را تغییر دهند، زیرا همه کاربران در انتخاب نرم افزاری که استفاده می کنند آزادند. تفاوت اصلی بیت کوین و NFT چیست؟ توکن های غیر قابل تعویض NFT توکن های زنجیره بلوکی هستند که به طور کلی قابل تعویض نیستند. در مقابل بیت کوین یک توکن قابل تعویض است، به این معنی که یک بیت کوین را می توان به راحتی با بیت کوین دیگری مبادله کرد. دقیقاً به همان روشی که یک دلار کانادا را می توان با دلار کانادایی دیگر مبادله کرد. آیا تراکنش های ارزهای دیجیتال قابل ردیابی هستند؟ تراکنش های روی بلاکچین های عمومی مانند بیت کوین اگرچه به صورت ناشناس هستند، اما شفافند و برای عموم قابل مشاهده هستند. هر کسی می تواند تمام تراکنش های مرتبط با هر آدرسی در بلاکچین بیت کوین را ببیند.
کیف پول کریپتو چیست؟ کیف پول‌های کریپتو کلیدهای خصوصی را ذخیره می‌کنند. رمزهایی که به شما امکان دسترسی به ارزهای دیجیتال را می‌دهند. کیف پول‌های کریپتو می‌توانند به دو صورت کیف پول‌های داغ به این معنی که به اینترنت متصل هستند و یا کیف پول‌های سرد به این معنی که آفلاین هستند وجود داشته باشند. کیف پول‌های داغ معمولاً بیشتر از کیف پول‌های سرد مستعد هک شدنند. بنابراین بهترین گزینه استفاده از کیف پول‌های سرد برای ذخیره سازی طولانی مدت ارزهای دیجیتال است. از کجا میتوان بیت کوین خرید؟ صدها روش مختلف وجود دارد که به شما امکان خرید یا فروش بیت کوین را مهیا می‌کند که بسته به کشور زندگی خود میتونید راحت‌ترین روش ممکن را انتخاب کنید. اما به طور کلی خرید فروش بیت کوین عمدتاً به سه روش رایج انجام می‌گیرد. 1. از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند بایننس یا کوین بیس. 2. از طریق بروکرها یا به اصطلاح کارگزاری‌ها مانند رابین هود. و شماره 3 نهایتاً از طریق برنامه‌ها یا کیف پول‌های نرم‌افزاری خاص مانند تراست والت یا برنامه‌های مشابه. بلاکچین چیست؟ به زبان واقعاً ساده، بلاکچین را باید نوعی خاصی از پایگاه داده یا دیتابیس دانست. در واقع بلاکچین یک سیستم ثبت اطلاعات بوده که داده‌ها را به گونه‌ای ذخیره می‌کند تا امکان تغییر و دستکاری آنها وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. امیدوارم که از ویدیوی امروز لذت برده باشید. لطفاً برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید. در ضمن هر سوالی داشتید میتونید در بخش کامنت ها با ما در میان بذارید. تیم بیتفیریس با کمال میل به تمامی سوالات شما عزیزان پاسخگو خواهد بود. ممنونم و تا ویدیوهای دیگر بدرود.